احمد، خبر مسموم کردن دانش آموزان در ایران همچنان در کشور غربی بازتاب گسترده ای داشته. آخرین واکنش ها رو از تو بشنویم. خب همینطوره، در واقع اتفاقاتی که داره در ایران میفته میشه بازتاب اون رو در رسانه ها و همچنین با واکنش هایی که مقامات کشورهای غربی میدن ببینیم. خب در آخرین واکنش از مقامات ارشد کشورهای اروپایی خانم بیربوک در حساب توییتری خودش امروز این مطلب رو بهش پرداخت و بسیار ابراز تأسف کرد و خب در واقع اشاره داشت به این که بسیار کار که انجام شده بسیار تکان دهنده هستش و باید به طور کامل در این خصوص روشنگری بشه. خانم بیربوک نوشته که همه این حق همه دختران هستش که بتونن به مدرسه برن، چه در تهران باشه چه در اردبیل، و خب دیگر مقامات اروپایی هم نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن، مثل خانم هانا نویمن که نماینده آلمان در پارلمان اروپا هست، به نکات بسیار مهمی اشاره کرده. خانم نویمن معتقده که جمهوری اسلامی دچار استیصال شده و نوشته که رژیمی که اجازه میده که کودکان و دختران رو در مدارس مسمومشون بکنن و کاری انجام نمیده، نشون دهنده استیصالش نیست. و بعد اشاره میکنه به اینکه چقدر باید یک رژیم تضعیف شده باشه و ضعیف شده باشه که در مدارس اون فیلم های تجاوز جنسی به دختران و کودکان نشان داده میشه. خب این موضوعی هستش که حالا در کنار مسمومیت های سریالی در مدارس ایران داره در بازتابش در کشورهای خارجی هم مشاهده میشه. رسانه های آلمانی رو من امروز مشاهده کردم که نسبت به این موضوع بسیار واکنش نشون دادن و این گزارش ها رو تکان دهنده خواندن که چطور میشه در مدارس و در جایی که کودکان هستن برای اینکه بخوان اونها رو مرعوب بکنن از نمایش تجاوزهای جنسی و اون هم با حیوانات حتی در واقع ابایی ندارن و این کارها رو انجام میدن. اما در دیگر اشخاصی که نسبت به موضوع این اتفاقات که در روزهای اخیر بر ایران میفته واکنش نشون دادن، گری لینکر بود که خب اسطوره فوتبال انگلیسی هستش که او هم از عبارت بربریت استفاده کرده برای تصویری که در اونجا نشون میده نیروهای امنیتی دارن مادری رو که جلوی مدرسه نگران هست نسبت به مسموم شدن فرزندانشون دارن اون رو با اون وضع فجیع و وحشیانه به کناری میکشن. در رسانه ها هم اگر یک نگاهی بکنیم دقیقاً از عبارت انتقام ملاها از کودکان میشه به راحتی دید که خب چه نگاهی دارن افکار عمومی و معتقدن که در ایران با توجه به این که دختران و دانش آموزان در خیزش‌های اخیر در گفتن که مرگ بر دیکتاتور، حالا مقامات جمهوری اسلامی دارن این انتقام رو از دختران و دانش آموزان با این اقدامات می‌گیرن.